سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید خب امروز می‌خوام یه روش جدید برای حل دستگاه های سه مادل و سه مچهولی با هم دیگه یاد بگیریم اسم این روشی که میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم دستور کرامر هستش که توی قضیه سه که من اینجا براتون از کتاب آوردم توضیح داده شده میگه که فرض بکنیم که دستگاه سه معادله و سه یک داده شده دستگاه سه مادل و سه یک که میگه همون دستگاه در حقیقت AX مساوی با B هستش که قبلا هم باهاش کار کردیم که A ماتریس زرایه به دستگاهمون هستش و B هم ثابت های سمت راست سه معادله هستش که مساوی با B1, B2 و B3 هستش حالا میگه که برای J مساوی یک و دو یک و دو و سه آج رو ماتریس 3 در 3 میگیریم که از تعویز ستون جیوم آ با B1 بی, بی دو بی سه به دست میاد به عنوان مثال مثلا آ2 میشه چی؟ میشه ماتریس 3 در 3 که توش ستون دوم آ رو با این عوض کردیم یعنی آدو میشه چی؟ میشه ستون اولش ستون اول آ یعنی آ یک یک آ دو یک و آ سه یک. ستون دومش رو اومدیم به جاش این رو گذاشتیم یعنی هست B1 B2 b و ستون سومش هم باز همون ستون سوم آ یعنی هست A1 3 A2 3 و A3 3 به عنوان مثال A1 و آسه هم مثل همین به دست میان A1 میایم ستون اول A رو با این عوض میکنیم با B1 بی b بی دو بی 3 و برای A3 هم میایم ستون سوم رو عوض میکنیم حالا این قضیه به ما میگه که اگر دترمینان آ مخالف صفر باشه که این شرط از قضیه یک میدونیم که یعنی جواب یک تا داره دستگاه معادلاتمون در این صورت جواب منحصر به فرد یا جواب یک تا دستگاه یک از این فرمولا به دست میاد x1 برابر خواهد بود با دترمینان a1 روی آ دترمینان a آ. x2 برابر خواهد بود با دترمینان a2 روی دترمینان a و x3 برابر خواهد بود با دترمینان a3 روی دترمینان a خب حالا بیایید با هم دیگه سعی بکنیم ببینیم این قضیه رو میتونیم اثبات بکنیم یا نه برای اینکه قضیه رو اثبات بکنیم باید از خواص دترمینان استفاده بکنیم ما یه ماتریس ضرایب داریم که دترمینان اون برابر هست با چی؟ برابر هستش با دترمینان ماتریسی که هست A11, A12 A1, و A13 A21, A22 و A23 و نهایتا آسه یک آسه دو و آ سه درسته؟ خب حالا از ویژگی های دترمینان ما میدونیم که اگر بیایم یک سطح یا یک ستون ماتریسمون رو توی یه عدد ثابتی ضرب بکنیم دترمینانش هم توی اون عدد ضرب میشه حالا فرض کنید ما میخوایم x1 رو به دست بیاریم برای به دست آوردن x1 اولین کاری که میکنیم میایم ستون اوله ماتریس زرایب رو توی x1 ضرب میکنیم در اون صورت دترمینان هم x1 برابر میشه یعنی خواهیم داشت x1 برابر دترمینان a برابر هستش با چی؟ برابر هستش با دترمینان ماتریسی که هست a11 x1 a21 x1 و a 3 یک x یک درسته یعنی اومدیم ستون اول رو توی x یک ضرب کردیم ستون دوم و سوم هم که دستشون نمیزنیم یعنی هست a یک دو a دو دو و a سه دو و نهایتا a یک سه a دو سه و a سه خوبه خب پس چیکار کردیم اومدیم ماتریس ضرایب رو گرفتیم ستون اولش رو توی x1 ایک ضرب کردیم و از خواص دترمینان میدونیم که وقتی این کار رو بکنیم دترمینان هم x1 ایک برابر میشه حالا کاری که میتونیم بکنیم اینه که میتونیم این دترمینان رو یه خورده دستکاریش بکنیم مثلا از خواست دترمینان میدونیم که اگر یک ستون ماتریسمون رو توی ثابتی ضرب بکنیم و به ستون دیگه اضافه بکنیم دترمینان تغییری نمیکنه. به عنوان مثال ما میتونیم ستون دوم رو بگیریم توی x2 ضربش بکنیم و با ستون اول جمع بکنیم اون وقت باز دترمینان تغییری نمیکنه یعنی همون x1 برابر دترمینان آ میمونه و در نتیجه x1 برابر دترمینان A مساوی خواهد بود با دترمینان a11 x1 به علاوه a12 x2 درست داریم x2 برابر ستون دوم رو به ستون اول اضافه میکنیم دومین درایه خواهد بود a 2 1 x 1 به علاوه a 2 x 2 و سومی هم خواهد بود a 3 1 x 1 به علاوه a 3 2 x 2 ستون دوم رو که تغییرش نمیدیم a 1 2 a 2 و a 3 2 میمونه و ستون سوم هم که باز تغییر نمیدیمش a 1 a 2 و a 3 خب حالا مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد اینه که میایم ستون سوم رو ضرب در x3 میکنیم و جمع میکنیم با ستون اول این هم باز دترمینان رو تغییر نمیده دیگه پس این دترمینانی که الان داریم برابر میشه با a11x1 به علاوه a12x2 به علاوه a یک x این الان x برابر ستون سومه که داریم اضافه میکنیم به ستون اول دومی درایه میشه a دو یک x 1 به علاوه a دو x 2 علاوه a 2 سه x 3 و به همین ترتیب سومی درایه میشود a 3 1 x 1 علاوه a 3 2 x 2 علاوه a سه سه در X ستون دوم مجددا همون که بود میمونه a12 a22 و a32 و ستون سوم باز خودشه a13 a23 و a33 سه سه. خب حالا این چیزی که اینجا داریم این دترمینان رو اگر دقت بکنید ستون اولش رو این درایه اول مثلا برابر با چی هستش a11 x1 ای برابر a12 x2 برابر a13 x از دستگاه معادلات رو میدونیم که این برابر با b1 هستش این دقیقا سطر اول آزب در x هستش که با b برابر میشه این هم معادله دوممونه a21 x1 برابر a22 x2 برابر a23 x هم میشه b2 چون دومی معادله هم مساوی با b2 بوده سوم این درایه ای هم دقیقا سومی معادله هستش یعنی a3x1 بر با a3 2, x2 بر و x2 برابر و a3x3 هم برابر با b میشه درسته حالا اینا رو اگر جایگذاری بکنیم باهاش پس اینجا چیکار کنیم وقتی از معادلاتی که داشتیم استفاده کردیم و هر کدوم از اینا این سمت راست سمت چپ معادله اول بود که با سمت راستش که b برابره، این سمت چپ معادله دوم بود اینم سمت چپ معادله سوم بود که این با b2 برابر میشه و این هم با 20. خب پس بنابراین داریم B1 B2 دترمینان B1 B2 B3 A1 2 A2 2 A2 A3 و A1 3 a دو 3 و آ 3 خب خیلی عمالی. حالا این چیزی که اینجا داریم این دترمینانی که اینجا داریم دترمینان ماتریسی هستش که عین A فقط ستون اولش رو اومدیم با B1 B2 و b عوض کردیم. یعنی دقیقا طبق تعریفی که اینجا داریم این ماتریسی که اینجا هست ماتریس A1 هستش. درسته A1 ی که این بالا تعریف کردیم. چون ستون اول A رو برداشتیم با B1 B2 و b عوض کردیم. پس اینجا در حقیقت دترمینان A1 رو داریم. درسته یعنی ما از چی شروع کردیم از x1 در دترمینان a شروع کردیم و با اضافه کردن ضرایبی از ستونهای مختلف به ستون اول ثابت کردیم که این برابر با دترمینان a1 هستش درسته حالا میتونیم دترمینان a رو ببریم سمت چپ و تقسیمش کنیم به دست میاریم چی به دست میاریم x1 مساوی هستش با دترمینان a1 تقسیم بر دترمینان a این همین پس این اولی رو ما اثبات کردیم این همین میتونیم x2 مساوی دترمینان a درو دترمینان a و x مسا مساوی دترمینان a درو دترمینان a رو هم اثبات بکنیم برای این دوتا مثلا برای دومی چیکار میکنیم از دترمینان آ که داریم شروع میکنیم ستون دوم رو میایم توی x2 ضرب میکنیم ستون دوم رو توی x2 ضرب میکنیم و بعد اون چیزی که به دست میاد برابر خواهد شد با x2 برابر دترمینان a بعد میایم x1 برابر ستون 1 و x3 برابر ستون 3 رو بهش اضافه می کنیم و ثابت می کنیم که این برابر با دترمینان a2 هستش و بعد اون وقت ثابت می کنیم که x2 مساوی هستش با دترمینان a2 روی دترمینان a خب این پس دستور کرامر هستش که یک روش جدید برای حل دستگاه های سمادال و سه مجهول به ما میده حالا بیاد خیلی سریع یک مثال ببینیم که ببینیم در عمل چطور استفاده می کنیم از دستور کرامر من این صفحه رو پاک میکنم تا تو صفحه جدید یه مثال با هم ببینیم خب دستگاه معادلاتی که میخوایم با هم دیگه از روش کرامر حلش بکنیم و من اینجا براتون نوشتم این همون دستگاهی هستش که توی ویدئوهای قبلی هم از روش های دیگه ای مثل وارون کردن ماتریس و با هم حلش کردیم دستگاه هست 2x1 به 3x2 منهای 4x مساوی 1 منفی 4x2 به 2x مساوی منفی 2 و x1 منهای x2 5x مساوی با 5 خب ماتریس ذرایه برای این دستگاه چی هستش خیلی سریع میتونیم بنویسیمش آ دو سه منفی چهار صفر منفی چهار دو و یک منفی یک پنج این ماتریس زرایبمون هستش و ماتریس بی برابر با چی هستش؟ برابر هستش با یک منفی دو و پنج یعنی زرایه به سمت راست تک تک معادلاتمون خب حالا اگر از روش کرامر بخوایم این معادله رو حل بکنیم روش کرامر به ما میگه چی؟ میگه مثلا x یک برابر هستش با دترمینان A یک بر روی دترمینان a که a چی هستش a ماتریس a هستش که ستون اولش رو با b جایگزین کردیم مثلا a1 اگر اینجا بخوایم بنویسیمش دترمینان a1 a میشه ماتریسی که ستون اولش b هستش یعنی یک منفی دو 5 ولی ستون دوم سومش مثل a هستش یعنی سوم منفی چهار و منفی یک و منفی چهار و دو پنج این دترمینان آ یک بر روی دترمینان ماتریس آ که میشه دو سفر یک سه منفی چهار منفی یک منفی چهار دو و پنج که اگر این دترمینان ها رو حساب بکنید خودتون میبینید که دترمینان آ یکمون برابر با منفی 46 میشه و دترمینان آ هم که قبلا با هم دیگه دیده بودیم اون هم برابر با منفی 46 هستش پس X1 همون میشه منفی 46 و منفی 46 که مساوی با یکی اگر یادتون باشه از روش های قبلی هم که حل کرده بودیم این دستگاه معادلات رو X1 برابر با یک در اومده بود این همون X2 مساوی با چی میشه؟ بذارید من این خورده پایین تر بنویسم X2 رو x2 مساوی میشه با روش کرامر بهمون میگه دترمینان a2 بر روی دترمینان a خب a2 چه ماتریسی هستش a2 هم ماتریس a که ستون دومش رو با b جایگزین کردیم یعنی ماتریس a2 هست 2 0 1 ستون اولش با a یکیه ستون دومش میشه b که 1 2 منفی 5 و ستون سومش هم با a یکی هستش یعنی منفی 4 و 2 و 5 بر روی دترمینان آ که آ هست دو صفر دو صفر یک سه منفی چهار منفی یک و منفی چهار دو پنج که دترمینان A2 رو هم اگر خودتون حساب بکنید میبینید که اون هم مساوی منفی 46 میشه تقسیم بر دترمینان A که منفی 46ه نتیجه میده که X هم 1 عین همین X3 رو هم اگر از روش کرامر حساب بکنید میشه دترمینان A3 بر روی دترمینان A که اون رو هم اگر حساب بکنیم A3 برابر با چی هستش برابر با 2 0 1 سه منفی چهار منفی یک اووقت سومش رو بی باید بذاریم یعنی یک منفی دو و پنج تقسیم بر دترمینان آ رو من دوباره نویسم نمی براتون و این یکی دترمینان رو هم اگر حساب بکنید میبینید که برابر با منفی چل میشه دترمینان آ س دترمینان آ هم که خودش منفی چل بود پس ایکسه هم مساوی با یک میشه یعنی جواب دستگاه معادلاتمون میشه x1 مساوی 1 x2 مساوی 1 و x3 مساوی با 1 که همون جوابیه که از روش های دیگه به دست آورده بودیم خب این هم مثالی از کاربرد روش کرامر برای حل دستگاه های معادلات سه مجهولی خب توی خلاصه درس بعدی میبینم اتون خداحافظ